ملتی که ده هر خانه تو ده دانه یتیم و بیوره ایلا کدی. من سلام، من زهرا هستم، خانم اینجاست. پدرم من چی بودن؟ در دفتر کار میکردن. حالی چی مردن؟ مادم یکی سلام هستم. ملتی که به خاطر ما آوردی محترمه ما استفاده کردی، خداوند ما را نگاه کرد. اما تو زدی حداقل 100 دانه دکانه، 100 روزی آورنده را نانش قطع کردی. حکومت کردن در کجا حکومت میکنی؟ مگر تعمیرای دولتی که بیت المال است تو گرفتی به خاطر حکومت کردن نگاش کردی؟ تو خود درش دادی. سرکا که مسیر رفت و آمد مردم است به نام کافر شدن قلبش میکنی. ما و جمعی همسنگرای ما میدانیم چرا مبارزه میکنیم. ما میفهمیم چرا میجنگیم. وقتی میفهمیم که چرا مبارزه میکنیم، پس از همی خاطر خود ما در صف اول استاد میشیم. به خاطر مبارزه خود ما استاد میشیم. سربازایی که جوری ما رفته بودن، مردم قیصار را پرسان بکنیم، قماندان صاحب امنیه و دیگه دوستایی که شاهد بودند در جنگ اندکوی پرسان بکنیم. خون ما از خون هیچ سرباز قیمتش بلندتر نیست. اولاد غریب با مراتب با مشکل و چالش و جنجال بزرگ میشه نسبت به یک اولاد سرمایه دار. غریب نیم لقمه نان خود به فرزندش میده، اما سرمایه دار خبر نمی باشه که بچهش از کجا چطور برش نان میرسه، چون امکانات فراهم میشده باشه. وقتی گفتم میفهمیم چرا میجنگیم، خوب طالبم امروز دعا میکنه که میجنگه به خاطر بقا، به خاطر یک تغییر. چه تغییری؟ مثلا سه گپ همیشه بانه میکنن: دین، ملت و حکومت، یعنی قدرت. دین، به نام دینی می جنگی که میگه اگر مؤمن را عمدن بکشی فقط جزای جهنم است، و تو به نام دینی می جنگی که حرف اولش بخون بود، نگفته بود جهاد بکنید، گفت بخوان. برای پیامبر اسلام اولین هدایت دینی و فرمان الهی اقره بود. به نام دینی می جنگی که 13 سال آیت جهاد نامده. به همی دین، به نام دینی می جنگی که 13 سال برای پیامبرش آیت جهاد نامده، تو سر طفل 13 ساله می جنگی.
فهمیدین؟ کتا کتا میگم ملت بهانه دومی است که طالب میجنگ امروز به نام ملت. کدام ملت؟ ملتی که میکشیش؟ ملتی که تبایش کردی؟ ملتی که ده هر خانه تو ده دانه یتیم و بیوره ایلا کردی؟ با کدامین ملت؟ ملتی که به خاطر ما آوردی متربه ما استفاده کردی؟ خداوند ما را نگاه کرد. اما تو زدی حداقل 100 دانه دکانه 100 روزی آورنده را نانش قطع کردی. ما خود لباس خود پوشیدیم، ما خود آماده استم، رفتیم در خط مقدم هم که استاد میشم و میگم ما مردانه جنگ میکنم، ما مردانه جنگ میکنم. تو چی میکنی؟ ملت؟ همین ملتی که کلش آواره کردی، ملتی که نانش گرفتی، ملتی که نانآورش کشتی، همین ملت. سیومش حکومت، این آخرین قدرت گرفتن قدرت و حکومت کردن. در کجا حکومت میکنی؟ مگر تعمیرای دولتی که بیت المال است تو گرفتی به خاطر حکومت کردن نگاش کردی؟ تو خود درش دادی. خیلی در کجا حکومت میکنی؟ حکومت چوپانی میکنی؟ تو خود سرکا که مسیر رفت و آمد مردم است به نام کافر شدن قلبش میکنی؟ خیلی در چی تو حکومت میکنی؟ من خودم میفهمم در چی حکومت میکنن؟ پلهایی که مردم میره عموم ملت را که تو میگی من به خاطر تو میجنگم رایش قطع کردی، مسیرش قطع کردی، تمامی تاسیسات دولتی را شما آمدین از بین بردین. مردم جای برای تداوی نداره، جای مسیر برای رفت و آمدش خراب کردی، نانآورش گرفتی، به نام دین کشتی. ما میفهمم، ما و انسانگرای ما میفهمیم چرا با طالب میجنگیم و میجنگم تا روزی که خداوند برم توان نصیب کده، تا روزی که حیات دارم کنار همسنگرهای خود استاد میشم، سپر ملت خود میشم، مدافع حکومت خود میشم، میجنگم. ما به فرمان امو دین میجنگم که اینا بهانه میکنن و دین دین ترور ساختن. ما ثابت میکنم که من مسلمان هستم. تو هم اگه ادعا میکنی که مسلمان هستی، پس ما به نام امو دین، به فرمان امو دین سر تو را میزنم. تو خوارج هستی. امو دینی که محبت، امو دینی که ببینین حکمتای دینی وقتی که داخل میری با جایی میرسی که اصلا تو نمیفهمی خداوند چقدر از بخششش. میگه در مقابل برادر مسلمانت لبخند بزن، 10 اجر برات میتون. ای امو دینی است که به نام امو دین ای برادر مسلمان خدا با مرمی میزنن. ما بی سواد نیستیم. اگر دیگران میفهمن منظورم از طالباس و کسایی که اونا را کمانده میکنه برای جهاد و برای جنگ، با یک سرباز هستم. ما حاضر هستم، چون آلوام خو مشابه جور کردین با رئیس علمای طالبا دفاریاب، ما به عنوان یک سربازی که فکر میکنن کافر هستم و بیسواد، ما در معذر کل ملت استاد میشم. من حرف از دین میزنم، او هم حرف از دین بزنه، دیگه علما استاد شون. اگر ما پیش رئیس علمای طالبا کم آوردم، خون ما بخشیده مرا اعدام کنید. من نه نو مسلمان هستم، نه نفهم آمدیم دوارد از این نظام شدیم به خاطر مقابله و مبارزه. از شما ملت فاریابم میخوایم که لطفا بیایید این درشیایی که رنگ های مختلف داخل رنگ های مختلف، یعنی ملت با هم بسته و منسجم کنار ما استاد شویم. اگه امروز ما تنها تانستیم قیصار را از سقوط نجات بتیم،
شما بیشتر شوین کنار ما استاد شوین، ما مکمل قیصار از لوس پلید از اینا خلاص میکنیم. توانی ندارن، تبلیغ میکنن، آخرین قدرتشان یک متربم بود. همو خداوندی که امر کرده برو به خاطر حفاظت بنده های ما، همو خداوندی که لازم دیده و خدا ولی صاحب گای عشق میریزم، خداوند چطور ما را انتخاب کرد که به خاطر خادم بودن و بنده هایش ما را انتخاب کرد؟ خدا چی دیده بود در وجود ما که به خاطر دفاع از دینش ما را لازم دیدی لباس ابو پوشیم بیاییم استاد شد؟ خداوند در مورد ما چقدر شفقت کرد که گفت تو برو پیره کو چشمتا به خاطر پیره داری نمی سوزانم در دوزخ. مگر میشه به خاطر امی دین، به فرمان الهی، به خاطر حفاظت از ملت و نوابیس ملی و تمامیت ارضی بالا به خندان جان نداد؟ مگر میشه همین ملتی که گاهی به چشم میبینن، گاهی حضوری، گاهی پای پست فیسبوکی ما مینویسن قهرمان؟ قهرمانی لقب نیست که نه با جایگاه، نه با ثروت. هیچ گاهی کسی نتانست که قهرمانی را با جایگاه حکومتی یا با سرمایه به دست بیاره. قهرمان هیچ گاه حکومت ها انتخاب نمی کنند، قهرمان توده های ملت انتخاب می کنند. همین ملتی که برای ما و برای همسنگرهایم نوشته می کنند قهرمان، مگر می شه به خاطر حفاظت از اینا پای عقب کشید؟ میشه گفت به خاطری که تو آسیب نبینی خود قربانی میکنم؟ میشه ایره قبول نکرد؟ توان ما همیز و شما باور بکنین که توان خداوند نصیب ما کرده. اگر ما خانه ما برم شاید 13 ساعت استراحت میکنم، اما وقت در وظیفه استم 2 ساعت یا 3 ساعت یا 1 ساعت. بیاین کنار ما استاد شوید، بیاین به خاطر حفاظت از تمامیت ارضی نوامیس ملی به فرمان الهی جایی که جان بیتی شهید صدایت میکنن، اگر زنده بانی قهرمان. این مقام بسیار کم پیدا میشه. اگر عمر ما میگذره هیچ کس توان استاد کردن عمر نداره که گذر زمان توقف بده. چی خوب است در مسیری سپری بکنی که مردن حق است و حتمی، اما پس از مردن نام تو یاد شود، کارنامه های یاد شود، در نبود یاد شود. خداوند لازم ببینه که در خط مقدم جبهه به خاطر دفاع از بندگان مظلومش، به خاطر نجات مادری که از صدای توپ و راکت و وحشت حضور از اینا آرامش نداره. آمدیم اکسی ما میشم اینجا زاری جنگ بود، بسیار کشته شدیم، بسیار زخمی شدیم. اینه میگه آمدیم ما اولین روزی که دیگر روز بود وارد شهر قیصار شدیم، شما باور بکنین به شهر ارواح بود، ارواح بود دیگه، هیچ چیزی در اون شهر نبود جناب ولیسا. اما خدای ما شکر میکنم که با رفتن نیروهای امنیتی و دفاعی، ما عکسش برای ولیس روان کردم، گفتیم بی ما رحمت هستیم برای مردم قیصار و طالب وحشت است برای مردم قیصار، نه تنها برای قیصار بلکه در تمام جایا در دیگه دنیا. وقتی یک مرد مسلح یا نظامی در یک موقعیت باشه، مردم میگه اینجا کدام خطر است. وقتی در افغانستان در مسیرتان شما سربازی را میبینین که با تفنگ استاد است، با آرامش خاطر میرین، میگی که هست حتما آرامش هست، چون آرامش او محیطه با نارامی بدن خود بدست آورد. ممنونتان که قدردانی میکنین. این وظیفه ماست، مکلفیت ماست، تکلیف داریم که این زحمت را بکشیم. اما این واژه هایی را که شما در قبال ما استفاده میکنین، همچون محافل و برنامه هایی را که میگیرین، شما باور بکنین به حد برای ما نیرو میتین که
اگر بار دیگه قبلا هم وعده کرده بودیم، اگر بار دیگه سر قیصار حمله شوه باز ما پیش میشیم و میریم. و از این ملت خود تا زمان دفاع میکنیم که توان داره، تا زمانی که خداوند لازم دیده.